سلام خوشگل من، حالتون چطوره؟ ولی ریبر هستم و دلی دوستتون دارم، ولی بچه ها بهش کی نگینا، بعضی حسودم میان میدوزن شما رو، بعد من باید بشینم آهنگای داریش گوش بدم. بچه امرو میخوام با کلاس تله برقی بازی کنم با توفنگ AK-47 و شاتگان و روس اسنوب داگ با اون بازی میکنم. آره بچه میخوام کامل بهتون توضیح بدم، میدونم خیلی هاتون میدونین، ولی اجازه بدین باز براتون بخونم، ترجمه کنم دیگه، کسایی که بلد نیستن حالا کامل مترجم بشن داستان. کلاس تره برقی electric trip fire places a high voltage current line that reduces the speed of enemies passing through and incrementally hurts those who stand in the trap. میگه این کلاس کسایی که ازش رد میشن سرعتشون رو کم میکنه و کسایی که توش میمونن بهشون یه صدمه خیلی بد میزنه. خب بعد میرم اینا رو میدونیم، محض احتیاط برای کسایی که نمیدونن. بعد وقتی که ارتقا میدین کلاستون رو این اتفاق میفته، increases the movement speed and skill recharge speed of nearby. سرعت کسایی که باهاتون توی تیم هستن هم یه ذره بیشتر میشه، بعد سرعت پر شدن کلاستون هم یه ذره بیشتر میشه. 4 تا هم فکر کنم میتونین استفاده. بریم توی بازی، کلکایی که بهتون میگم استفاده کنین. از 10 تا بازی 9 تا شما میبرین، اون یکی هم که نمیبرین فقط و فقط ممکنه شما اون موقع مشغول فیلم سوپری چیزی باشین نتونین بازی کنین، ولی اونم میبرین. عشقای منیم بریم توی بازی. سلام مجدد به خوشگلای دل من، میخوام الان یه حرکتی بزنم در مورد کلاس تله برقی. شما حد بزنین یاد کدوم ضرب المثل ایرانی میفتی؟ قدیمی ایرانی. نگاه این یکی اینجا میذاریم، یکم اینجا میکاریم. حالا اینا رو نگاه کنید نشسته. حالا به کمک تخیلاتتون بگید این حرکتی که زدم شما رو یاد کدوم ضرب المثل ایرانی میندازه. بچه ها حالا میخوام یه راهنمای کوچیک بکنم به تو. بچه شکل این تله برقی چجوریه؟ رو به هوا تیز. دیدی رفت روش. آقا یه ضرب المثل داریم بچه، یه ذره بی ادبی خدا. البته این خوشش نیومد در رفت بلافاصله بعدش، مثل اینکه حال نکرد با سایزش. ضرب المثل ما میگه که چونی که به معذرت میخوام، چونی که خارش میکنه خودش سفارش میکنه. حالا من تکی اومدم توی بازی. بچه یه پیشنهاد خیلی خوب دارم براتون. بچه میوه مورد علاقتون چیه؟ اومدین توی بازی دشمن رو مثل میوه مورد علاقتون ببینید، بلا فاصله بهش یو حمله کنی. البته این قضیه برای کسایی که موز و خیار دوست دارن صدق نمیکنه خدا وکیل. شخصا میوه مورد علاقه من زردالوه. واسه زردالوه خوشگلم. بس میوه ها شد بچه ها، هدف فقط آموزش سلامت زیستنه خدا حکیم. حالا بعضی ها میوه های سیاه دوست داره، من کاری به اونه نه، سلیق هست دیگه. آقا من صورتی و چیزه زردالو دوست داره. اینا کی هن حاجی؟ بچه ها یه لحظه شوخی رو ول کنیم بریم توی فاز جدی. اینجوری خیار رو میفرستیم، اول یه خیار دیگه هم میکارم برای جایی که اون که سفارش کرده اولی بپره رو دومی. خلاصه سفارش کرده باید به دستش برسونی بچه ها. این یکی اجازه بدین. سلام زردالو خوشگل، تو خیار دوست داری یا موز؟ یا اول پس یارش اومد. امیدوارم که بادم جون دوست نداشته باشی. خیلی بزرگ آجی، در توان ما نیست، باید بریم از آفریقا بخریم برام. حالا که بحث شیرین میواز بچه ها، اجازه من کلاس تل، یا اول پس اینو دشمن داریم، اجازه اسم این کلاس تله برقی من به تله خیاری تغییر بدم. حالا میگم بهتون چرا. بچه ها با این کلاس حواس بچه ها حواستون باشه، اصلا و اصلا عجله نکنید با این کلاس. این کلاس کلاسیه که باید با صبر بازی کنید. حالا اینا هم باهوش هن. نگاه قشنگ نارنجک انداخت قنبلم. این میدونه چیکار کنه. میدونه من تله برقی زدم هر جایی نمیاد جلو. نگاه وایساده اونجا کلک. بیا بیرون. آرشتن میگفتن کلاس تله خیاری. بچه ها تجربه شخصیمو بهتون میگم، اصلا اغراق نمی کنم، دروغ نمیگم هیچی. سایز خیارتون زیاد مهم نیست تو روابط، اینو یادتون باشه. سایز خیار یا کاش که یه خیار بزرگتر داشت میکشت منو نامر. نه آقا من حرفم رو حرفم وایستدم خدا حکی. سایز خیار زیاد مهم نیست توی روابطه. میدونم که خیلی حاشیه زیاد، یک شمونه که مون بالا خیلی حاشیه زیاده که سایز خیار فلان مهمه، اصلا اینجوری نیست. به عنوان کسی که زیاد فیلم سوپر دیده بچه چیزه رابطه زیاد، رابطه هم زیاد نداشته آخی. چجوری من بهتون نصیحت بدم؟ یو اما پس خارش کرد، سفارش کرد، اومد جلو خوابید رو. خدا وکیل جدی. حالا داریم راجع به رابطه حرف میزنیم، منظورم راجع به میبه حرف میزنیم بچه ها. سایز و این چیزا مهم نیست واقعا.
اینو من جدی بهتون میگم، من خیلی پرسیدم اینون، بیشتر اون حسالی که اون شخص میگیره مهمه. مثلا میوه رو چقدر دوست داره، فکر بد نکنین، داریم راجع به میوه بر سلامتی حرف میزنیم، میوه بر سلامتی خوبه. بچه هیچی جدی بهتون بگم، من اصلا قضاوت نمیکنم، حالا بعضی مثلا موضوع دوست داره، من راجع به بد و خوبش حرف نمیزنم. آقا خب میوه دوست داره، میوه بر موز برای سلامتی خوبه. ولی من دارم اینو بهت میگم، بعد این که مثلا به این فکر کنی که مثلا خیارت کوچیکه تاثیر بد، این من دارم به شوخی میگم، ولی واقعا تاثیر بد میذاره روی بچه‌ها. میخوام یه حالا این وسط که داریم بازی میکنیم، اجازه این خیارا رو بدم به این شخص، بیا ببینم خیار دوست داری ستون اومدیم از دهه ما خیار ببینم دوست داری؟ آره دوست داشت. کریم سفارش کردی؟ یار کریم کجاست؟ یار کریم هم باید رحمان بهش، رحمان تو هم، رحمان از اسمت خجالت بکش. به کجا رفته این بحث؟ خدا وکیل نمیتونم جمعش کنم. اجازه بدید باز بیشتر یه ذره روی جنبه های مختلف سایز خیار من صحبت کنم، چون میدونم الان خیلیاتون بیشتر کسایی که نگاه میکنن ویدیو منو پسرن دیگه. آمار اینستاگرام و یوتیوب هم میگه که 80% به بالا، یا بفرس که 80% به بالا تقریبا پسرن کسایی که ویدیو هم، برای همین بهتون میگم که 100% چیزی که بهتون میگم یا اول پس موضوع علمیه، حالا من به شوخی دارم میگم، ولی بچه ها خیلی خیلی حواستون باشه، اطلاعات غلط خیلی زیاده و خیلی هم تاکید دارن که راجع به این وبسایت یا علاس کلاس مکانیک، بعد اینکه من ویدیو کلاس مکانیک رو ساختم همه دارن استفاده میکنن ازش، واقعا هم کلاس خوب. یا عطا پشمو این اسمارت بود یا لوله سماور اف بی مواد اجازه بده بهم بالا یارش اومد. قدیما یه چیزی میگفتن لوله سماور تو چیزه داور، داورای عزیز من دوستتون دارم، یه خیار بکنم بچه این یارش برگشته باز، اجازه بدیم به حکم این که اسمارس یا لوله سماور داشت میخوام کارشو یه سره کنم که بخواب اف بی مواد چند بار آخه بزنمت محمد، هرچی میکشیم از دست این محمد هست. هی ممدان که میگن شایع میکنن میگن که سایز خیار خیلی مهمه، نه نیست دادا نیست. نگاه این آدم براش مهم بود که اینجوری مرد. این یه بحثیه که تاثیر روانی داره روی بچه‌ها، چون فکر میکنن که مثلا چیزی که میبینن توی این سایت مایتا فکر میکنن که باید اینجوری بزرگ باشه، بیا توی تله برقی عزیزم، بیا پای این تله رو میزنه. بچه‌ها حواستون باشه، من یه داستان تعریف میکنم، دقت کنید، اصلا جلو نمیرم، نگاه تله رو گذاشتم میتونم بزنمش، فقط میخوام بهتون نشون بدم که چجوری کارو سر کنید. نگاه این بنده خدا افتاده، من اصلا دارم باش بازی میکنم، اصلا چیز مهمی نیست زدن این شخص برام، قشنگ و فکری از کلاس تله خیاری استفاده کردم. چقدر پرک خوشمزه داشت، دو تا پرک تیراندازی بدون نوش هیپ فایر داشت، به چه دردت میخوره؟ اینا برای اینکه محصولاتشون رو بهتر بتونن بپوشن یه خیارای بزرگی رو نشون میدن که میگن این چیز ایداله. خب میدونین چی میگم دیگه، همه تو کار خیار بودی بچه ها، همه تو این فیلم هایی که من دیدم دیدین توی حوزه هستیم، همه با هم توی حوزه فعالیت. ولی قبول داریم بچه ها، کسایی که توی حوزه هستن اکثرا آدم های موفقی هستن. من خودم شخصا تو زندگیم خیلی راضی هم، آدم موفقی بودم و بیشترش موفقیت هم بخواد فعالیت توی این حوزه بوده. مثل لپ کلام این حرف ها چیه؟ من دارم بهتون میگم که اون سایزه بیشتر برای جنبه تبلیغاتی داره، اونایی که اهمیت میده به این توی در برم بزنی، اینایی که میخوام بگن که این بزرگتر باشه بهتره فلان، این جنبه تبلیغاتی داره، واقعیت نداره. چیزی که واقعیت داره بچه‌ها این نگاه کن، خیار دوست ما نشسته اونجا، چیزی که واقعیت داره بچه اینه که حس و حالی که شما دارین با اون شخصی که باش میوه چیز استفاده میکنین، اون شخصیتی که داره، اخلاقیاتش، این سایز و ماز و این چیزا، همش یه چیزای کمیت هم و کیفیت ایجاد نمیکنن توی زندگیتون. اجازه بدین یه خیار کاشتم اونجا بذار بیاد که همینجوری کلاس رو استفاده، همینجوری کلاس رو استفاده کنین بچه ها، اصلا عجله نکنین تو این کلاس، فقط باید فکری، اصلا اسمش تله برقیه، تله یعنی شما تله رو میندازی طرف میافته توی تله، نباید برین سمت طرف با این کلاس. حالا یه نفر مونده اینجا من تله ها رو میندازم، تله خیالی ها رو میندازم، اصلا نمیخوام بزنمش زود، میخوام بهتون نشون بدم که این کلاس رو چجوری میشه با لذت استفاده کرد. یعنی اگه خودم رو دیدین توی بازی، یا یارو پشت اتوبوس خوابیده، خودم رو دیدین توی بازی، با این کلاس میتونین منو پودر کنید. نمیزنمش، نمیخوام بکشمش، فقط میخوام یه صدمه بهش بزنم اینجوری به چرخه تا این چیز کوچیکتر بشه منطقه، وقتی کوچیکتر شد میخوام تله بندازم این تو تله گیر کنه.
سعی میکنم با تله بکشمش، ولی اگه نتونستم تمامش میکنم. فقط میخوام ببینید دیگه. خلاصه بچه ها در موردش خیار، سایز خیار، چیزایی که بهتون گفتم هیچ وقت به این فکر نکنید، جدی دارم بهتون میگم، چون متاسفانه آموزشی نیست، آموزش این مسائل نیست توی بس میوستا توی ایران و کسی متدل سوزی نمیکنه و بیشتر جوانای ما این مشکل دارن. نوجوانا، من دارم در قالب طنز بهتون میگم که سعی کنید تو زندگی به این چیزا اهمیت ندید. چیزی که اهمیت داره اخلاق شماست. اگه اخلاقتون خوب باشه، اون شخص مقابل همیشه بهتون وفادار خواهد بود، رابطتون خوب خواهد شد و خواهد ماند. اینم که خیلی زرنگ نارنجکاشو استفاده که باش نگه داشته بود برای الان. ای آدمت، بذارید بچه ها حواستون باشه، من تله رو میندازم، اصلا عجله نمیکنم. نگاه تله بیافت تو افتاد تو تله ها رو، هیچ کاری نمیتونه بکنه. من میرخصم برایش. سلام داداش، سلام داداش، ببین حالا کلاس آموزشی تموم شد بچه ها. بچه ها اینم از چیدمان های خوشگل اینا فکر کنم گذاشته، نه این روز تو نذاشته بودم، ولی ایکی و شاگران قبلا گذاشته بودم، توی ویدیو قبلی میتونی ببینی. بچه ها اینم بگم اگه که ویدیو رو دوست داشتین و دوست دارین این سبک ویدیو بیشتر و بیشتر بسازم، حتما حتما سعی کنید که کامنت انگلیسی بذارین برام که حمایت بشم، و کانالم حتما سابسکرایب کنید و سعی کنید به منم یه ماچ بدین دیگه. من فقط یه ماچ میخوام از شما. عشقای منی بچه ها، اینا از چیدمان شادیان که توی ویدیو قبلی گذاشته بودم. مخلصیم، نوکرم، خدافظ.